وقتی که بحث نقطه زنی یا تشخیص یا تفکیک یا تفکیک طلا در عمق یا فلزات مطرح میشه، باید نوع زمین، شرایط زمین و شرایط اون سیستم رو در نظر گرفت، چون زمین میتونه تاثیرات خیلی زیادی در واکنش سیستما یا کاهش توان اونا در نقطه زنی رو برای مرکز هدف ایجاد کنه. در جایی که سیلیس ها، کوارس ها، کلسیوم ها، کربیون ها یا سنگ ها یا منابع مغناطیسی یا مگنت وجود داره، خب توان سیستم ها از نظر نقطه یابی یا نقطه زنی یا گرفتن مرکز هدف میتونه با اختلال روبرو بشه. درسته فلزی ها با فرکانسی هدف ویدیو و ترشورد سطح هشت دارن و توانایی داره اپراتور حتی نمک، مغناطیس ها، یون ها، کلسیوم ها یا دسته ای از منابع غیر متعارف رو تشخیص بده، ولی اپراتور هم باید در نوع عملیات در اون آشنایی کامل داشته باشه، تمرین کرده باشه تا بتونه در سیستم های آنتنی یا تصویری مانند رادارها که میتونن اهداف و الان بگیرن و خطاها رو اپراتور باید تشخیص بده، تشخیص بدن. دستگاه های پالس دی وی ال اف تی آر بی اف و آی بی مثل دستگاه های فرکانسی عدد ویدیایی دارن، هر دو هم عمل میکنن، ولی تفاوتشون در نوع مدارشون در تشخیص مغناطیس یا تشخیص فرکانسه که همه رادارها بنابر فرکانس کار میکنن و فرکانس توانایی نقطه زنی نفوذ به عمق رو ایجاد میکنه. مغناطیس با زمین مشکل خاصی داره، چون خود مغناطیس با شرایط وضعیت زمین در نوع حرکت و انتشار مغناطیس بر هم فشار وارد میکنن و این نیروهایی که بر هم فشار وارد میکنن بالانس دستگاه مغناطیسی رو از بین میبره، ولی رادارها یا فرکانس ها این اشتباه و خطا رو ندارن، پس مغناطیسی ها در عمق کم میگیرن. حالا چرا فرکانسی های کرده ویدیو و ترشورد سطح هشت دارن عمق زیادی رو میگیرن یا میتونن به عمق زیاد نفوذ کنن؟ به دلیل جابجایی حرکت انرژی و نیرو در اونهاست و انرژی و نیرو به طور طبیعی در زمانی که از میدان های الکتریکی بار مثبت شکل گرفته باشه میتونه قدرت بالایی در حرکت با نظم و تعادل داشته باشه و منابع دیگه دچار اختلال نشه، مانند فرکانس هایی که رو باندهای خاص کار میکنن و میتونن هواپیما رو در رادارها تشخیص بدن.